نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعه، روزی که در نماز آن وحدت، یک پارچگی و بیداری امت اسلامی به نمایش گذاشته می شود. بخش زنده خطبه های جان بخش نماز جمعه مسجد جامع بزرگ هرات روزهای جمعه ساعت 12 از تلویزیون اسلامی نگین القیاس. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعه، روزی که در نماز آن وحدت، یک پارچگی و بیداری امت اسلامی به نمایش گذاشته می شود. بخش زنده خطبه های جان بخش نماز جمعه مسجد جامع بزرگ هرات روزهای جمعه ساعت 12 از تلویزیون اسلامی نگین القیاس.
پیامبر بزرگ اسلام به اساس قسم و نوبت، گرچه شب نوبتی و قسم بر پیامبر واجب نبود ولی بر آحاد امت واجب است. یعنی اگر کسی تعدد زوجات داشته باشد، چی پیر باشد، چی جوان، چی زوجه جدیده باشد، چی زوجه قدیمه، چی دختر خانه را ازدواج کند، چی بیوه باشد، در شب اول که شروع می شود قسم واجب می شود. قسم یعنی شب نوبتی.
باید شوهر بین همسران خود فرقه کشی کند و فرقه به نام هر کدام که والامد شب اول اونجا و شب دوم نزدش همسر دوم و همونطور تا اخیر. ولی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم و شب نوبتی واجب نبود، فقط بر اختیار خود پیامبر بود. بازم مخاطر تکیل و قلوب و دلصافی ازواج مطهرات و امهات المؤمنین، هر شب را به خانه با حجره یکی از ازواج مطهرات شب گذرانی میکردن. شأن نزول آیه مبارکم اشاره به همین است. تعداد از اعراب می آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام با آواز بلند سلام میکردن به نام محمد رسول الله. خداوند جل جلاله او به اونا دستور میده، تهدید میده به اونا: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله. شما در حضور پیامبر، در نزد پیامبر آواز بلند نکنید. گرچه بلندی آواز یکی از خصال ذمیمه و بد است برای هر انسان، آواز بلندی، همونطور که قرآن می‌فرماید: این انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان رو به سر خود می‌گوید، میگه باید زمانی که صحبت می‌کنی ادیبانه صحبت کنی، نرم صحبت کنی، آواز خود بلند نکنی در هنگام صحبت کردن، تیغ نزنی، زیرا که بدترین آوازها آواز خر و الاغ است. در اینجا خداوند جل جلاله برای اصحاب اعرابی که تازه مسلمان شده بودند، از فرهنگ اصیل اسلامی برخوردار نبودند کاملا و یا به آداب اسلامی و اخلاق اسلامی متخلق نشده بودند، به اونا ادب را می‌آموزد که شما در حضور پیامبر به نام محمد صدا نکنید، آواز خود به دم حجره‌های مبارکه بلند نکنید، منتظر بمانید. در زمانی که پیامبر از حجره مبارکه بیرون شد، بعد خواسته داشتید، حاجت داشتید، نیاز داشتید برای پیامبر عرض کنید. از جمله کارهایی که اعراب و سرانشینا میکردن این بود که همیشه به رخ پیامبر میکشیدن، میگفتن که ما ایمان آوردیم. حتی بر جای دیگر میارد: یمنون علیکم ان اسلموا بل الله یمن علیکم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. در اینجا میگه بل الله یمن علیکم ان هداكم للایمان. شما منت نگذارید پیامبر و یا به اصحاب پیامبر بگید که شما ایمان آوردید، ایمان خور بروخ پیامبر و اصحاب پیامبر نکشید، بلکه خداوند جل جلاله به شما اظهار احسان و منت میگذارد که شما را موفق به ایمان قرار داده است، تا اینکه شما ایمان آوردید. پس ایمانم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است، حتی در رأس نعمتها قرار دارد. سعادت و دنیا و آخرت انسان در گرو ایمان کامل است. اینجا اعراب می آمدن نزد پیامبر می گفتن قالت الاعراب آمنا. اعراب می آمدن ایمان خود به رخ پیامبر می کشیدن، می گفتن ما ایمان آوردیم. ولی ایمان وقت جایگزین می شود در قلب، که اساسات ایمان را انسان بداند، لذت ایمان را وقت انسان می چشد که ایمان را به معنای واقعی بداند، ایمان در قلب انسان جایگزین و ثابت شود. به مرحله اول اعراب که می آمدن کلمه عرضه می کردن و می گفتن ما ایمان آوردیم، خداوند جل جلاله به پیامبر خطاب کرد که بگو اعراب بگو شما تازه مسلمان هستید، تازه وارد به حیطه اسلام شدید، قل لم تؤمنوا، بگو برایشان اون شما مؤمن نشدید، زیرا که ایمان در قلب شما جایگزین نشده است.
ولیکن قولو، ولیکن شما بگوید که اسلم نام و تسلیم اسلام شده. یعنی ما حاضر شدیم که اساسات اسلام رو بپذیریم، قبول کنیم. نماز و روزه و زکات، حج و تماما اساسات اسلام. ولی وقت شما مؤمن کامل میشوید که اساسات اسلام را بدانید و به آنها ایمان بیاورید و بعدن باز اونها را جامعه عمل بکشونید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، زیرا که هنوز ایمان در قلبهای شما و در دلهای شما داخل نشده است. شما ببینید پیامبر بزرگ اسلام از جمله دعاهایشان چیه؟ اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا. ای بار خدایا ایمان را برای ما محبوب قرار بده تا اینکه ما ایمان را دوست داشته باشیم و از ایمان حفاظت و پاسداری کنیم و هر آنچه ایمان به ما دستور میدهد مطابق خواستای ایمان ما، پندار ما، گفتار ما، رفتار ما، حرکت چشم ما، حرکت دست ما، حرکت زبان ما، حتی ضربات قلب ما مطابق خواسته ایمان باشه. اللهم حبب الینا الایمان، ای بار خدایا محبوب بساز بسوی ما ایمان را تا اینکه ما ایمان را دوست داشته باشیم و از ایمان جانبداری و پاسداری کنیم و قدر و ارزش ایمان را بدانیم. به ظرف و برق دنیایی که به دسترس دشمنان ایمان قرار دارد به اونا علاقه نداشته باشه، چشم طمع به اونها نداشته باشه، به خاطر ضعف و برق دنیا از ایمان تیر نشه. ایمان را در مقابل ضعف و برق دنیا سودا نکنید. تنزل، یک نقطه تنزل از اساسات ایمان در قبال تمام مادیات یک نقطه تنزل نداشته باشه. قرآن چی میگه؟ وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. مداهنه نیست که نمیدیزد مثلا خواسته های کفار و یهود و نصارا به انسان رو بزیره. این مداهنه میگه همونطور که مشرکین علاقه و آرزو داشتن که بعضی از خواسته های اونها نزد پیامبر پذیرفته شد. خداوند جل جلاله به پیامبر میفرماید وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اونا دوست داشتن که تو مداهنه کنی، کمی تنزل کنی، بعضی خواسته اونها بپذیری. فَيُدْهِنُونَ، تا اینکه اونا مداهنه کنن بعض از خواسته تو رو بپذیرن. ولی این کار خلاف اسلام است، خلاف خواسته و دستور ایمان است. ایمان زمانی که به مرحله یقین برسد شخص مؤمن حاضر نیست که یک نقطه از خواسته های ایمان تنزل کند. همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، این حدیث می فرماید ان الایمان ما وقر فی القلوب. ایمان چیزی است؟ ایمان چیزی است که در دل انسان، ایمان حقیقی آن است که در دلهای مؤمنین جای بگیرد و اثر ایمان در اندامها و وجود انسان مؤمن تنین افکن شود، ظاهر و آشکارا شود. شما ببینید زمانی که ما و شما قرآن میخونید در اول سوره احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها میپندارن به بعضی که بگوین ادعا کنن که ما ایمان آوردیم و اونا در موته امتحان و آزمایش قرار داده نشون؟ نه خیر، این خلاف سنت الهی است. سنت الهی بر این است که مؤکدن می فرمد ولقد فتن الذین من قبل. خداوند جل جلاله می فرمد سنت دیرینه و همشگی با این است که امتهای پیشین را بعد از ادعای ایمان، بعد از ایمان آوردن، ما اونها در بوته امتحان ها و آزمایش ها قرار دادیم.
اما از که ما ادعای ایمان بکنیم و بگوییم که ما ایمان آوردیم به اکتفا نمیشه. شما ببینیم زمانی که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید که کلمت لا اله الا الله مفتاح الجنه، کلمه لا اله الا الله کلید دروازه جنت است. وقت پاسخ صحابه کرام میفرماید هیچ کلیدی بدون دندانه نمیباشد. دندانه های کلید جنت عبارت از اعمال است. کدام اعمال؟ اعمال خالصانه و صادقانه، همونطور که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید الایمان و اخلاص العمل. حقیقت ایمان خالص کردن عمل است برای خدا. یعنی مؤمن حقیقی کسی است که هر نوع عبادتی را که انجام میدهد خالصا لله. همونطور که من و شما در هنگام نیت نماز میگیم خالصا لله، در هنگام نیت روزه میگیم خالصا لله، در هنگام میخواییم احرام حج ببندیم میگیم خالصا لله. تمام عبادات در او باید اخلاص نهفته باشد. ایمانی که انسان را به طرف اخلاص بکشد و عمل انسان خالصانه و مخلصانه لله باشد، اون ایمان است که در قلب انسان جایگزین شود. همونطور که پیامبر بزرگ اسلام در دعا میگفتند اللهم حبب الینا الایمان، ای بار خدایا محبوب قرار بده به سوی ما ایمان را، و زینه فی قلوبنا، و ایمان را مزین بساز در دلهای ما. زمانی که ایمان در قلب انسان مؤمن جایگزین شد، نگه قلب انسان منور به نور ایمان میشه. همونطور که از خانه تار و تاریک زمانی که لامپ برق روشن میشود، منور روشن میشود، ایمان در قلب انسان مؤمن قلب انسان را منور و روشن میسازد. و این اساس است که کفار قسی القلب هست، دلهای ناسیاس کینه توز هست. اگر همین ما نوزودن به قسم مخوریم ما و شما، ولی نزد اونها باور کردنی نیست، زیرا که قلبهایشان منور به نور ایمان نشده است. یقین ایمان در دل اونها نیست. و این احساس است که خداوند جل جلاله به ما به عنوان دشمنان شماریت اونها معرفی میکند در قرآن کریم، و برای ما و شما اعلان میکند الا لله الدین الخالص، بدانید و آگاه باشید آنچه در نزد خدا پذیرفته نیست دین خالص است. دین برد از شریعت قرآن محمدی است. هر نوع عملی در چوکات دین در پرتو قرآن و سنت سنه پیامبر انجام بدیم باید در او اخلاص باشد، یعنی خالص و پاک و نزیف باشد. هیچ نوع خدا و دوردگی در او وجود نداشته باشد، یعنی قلقانش در او وجود نداشته باشد. همینطور که ما و شما در قرآن میخوانیم مخلصین له الدین، خداوند جل جلاله میفرماید دین را، ایمان را، اعمال را خالصا لله انجام بدید. حالا نشانه های ایمان پیامبر بزرگ اسلام چی معرفی کردن؟ فرمودن ایمان دو نشانه بزرگ دارد، ال ایمان صبر فی البلاء و شکر فی الرخاء. نشانه ایمان حقیقی، نشانه ایمان کامل این است که در هنگام انسان مبتلا و مصیبت و بلا میشود صبر و شکیبایی میکنه. همین که ما و شما خداوند جل جلاله به ما تعلیم داده است در هنگام مصیبت میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و بازگشت همه ما به سوی خداست. ردینا بالله ربا و بالاسلام دینا،
و پروردگاری الله راضی است هستی و به دین اسلام خوشحال هستی و محمد نبی ناوی که پیامبر ما حضرت محمد علیه السلام است به او افتخار داره و او شاد و خرم است. نشانه ایمان کامل این است که صبر فی البلاء، در هنگام مصیبت و بلا انسان صابر و شکیبا باشد، یعنی به قضای خدا راضی باشد. اگر مال انسان تلف می شود، اگر صحت بدن را انسان از دست می دهد، اگر گوشه قلب را انسان از دست می دهد، اگر دوستان خود را انسان از دست می دهد، باید صابر و شکیبا باشد تا آنکه ثمره و نتیجه و اجر و پاداش بزرگ صبر را از دست ندهد، اجر مصیبت را، ثواب مصیبت را از دست ندهد. ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که او را زوجیا نکنیم. مصیبت ها و بلاهای بنده به سراغ دوستان خدا و سراغ اولیاء خدا میرد. شما ببینیم حضرت ایوب صابر را چقدر مصیبت و بلا گرفتار میشه، ولی در این حال لقب صابر است، نعم العبد خوانده شده است. در هنگام مصیبت، در طولی که دچار مصیبت بود، یک آهی که دلالت بر شکایه و گلایه بکند از جانش بیرون نشد. اگر یک آه که دلالت بر شکوه میکرد ایوب میکشید، خداوند جل جلاله نام ایوب را از صف اولیاء و انبیاء خود میتراشید. بیدید در هنگام مصیبت انسان باید صابر باشد، یک نشانه ایمان و شکرم فر رخائه. در هنگامی که انسان صحتمند در حال عیش و اشرت است، انواع و اقسام نعمتهای خدا دادی برایش تهیه شده است، همه اسباب و وسائل دنیا برایش آماده است، در او حال باید چی باشد؟ شاکر باشد. حالا شکر نعمت برای پس چیست؟ اشکرو الله یا صلاح فی نعمتی سوره صفتی رحمت الله علیه می فرماید که 400 شیخ کبار مکه تایید می کنند این نظریه رو. اشکرو الله یا صلاح، شکر نعمت این است که نافرمانی خدا نشود فی نعمتی در اون نعمتی. نعمت خدا را اگر در معصیت مصرف کردن اونجا چیست؟ کفران نعمت است. ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. دیگه هیچ مجازاتی در پی نداشته باشد، فقط همین که نعمت را خداوند جل جلاله از انسان بگیرد همون مجازات کفایت کرد. به این احساس است که نشانه عمده ایمان حقیقی این است در هنگام بلا و مصیبت انسان صابر راضی به قضای خدا باشد، انا لله و انا الیه راجعون بگوید، و در هنگام رخا خوشحالی و صحتمندی و ثروتمندی و جا و جلال دنیا در اختیارش باشد، در اون زمان باید شاکر باشد. یعنی نعمتهای الله جل جلاله را در راه رضای خدا و فراندازد مصرف، تا توسط همون رخا رضا به دست برد، رضای و خوشنودی الله جل جلاله برسد. و یکی دیگر از نشانه ایمان، عمدترین نشانه ایمان حقیقی را پیامبر بزرگ اسلام فرمودند، رأس الایمان از صدق. صدق برای پس چیست؟ راستی است.
می‌فرماید راستی اوج ایمان است. از همین جهت است ایمان ما به ما دستور می‌دهد که ما پندار و نیت ما راست و صادقانه باشد. دین ما به ما دستور می‌دهد که گفتار ما راست و صادقانه باشد. پروردگار ما به ما دستور می‌دهد که کردار ما راست و صادقانه باشد. همین که در اولین سوره مبارکه قرآن خداوند جل جلاله به بندگان مؤمن خود تعلیم داده است تا در اولین سوره نماز قسمتی که سهم بنده است که قسمت دوم سوره مبارکه فاتحه باشد تعلیم دعا است اهدنا الصراط المستقیم، بار الله هدایت کن ما را، راهنمایی کن ما را برای مستقیم. راه مستقیم کدام راه است؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که اونها مورد نعمت خود قرار داری. حالا کسانی که مورد نعمت خداوند جل جلاله قرار گرفتن چه کسانی هستند؟ چهار گروه را قرآن معرفی می‌کند: و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که اطاعت خدا و رسول خدا را می کنند، یعنی فرامین خدا و رسول خدا را امتثال می کنند و رجا می دارند و از چیزهایی که خدا و رسول خدا اونها را برحضر می دارند از اونها اجتماع و پریز می کنند. این اطاعت خدا و رسول خدا می فرماد فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَعَ اللَّهُ عَلِهِ، اینا دیگه معیت و هم صحبتیشان با کیست؟ با الَّذِينَ مَعَ عَلِهِ، با کسان است که خدا میگه ما نعمتهای خود را به اونا دادیم. اونا کیانند؟ من النبیین، در رزشان پیامبرانند، و صدیقین، در درجه دوم صدیقین، آنانی که به جان و دل از کیش و آیین پیامبری که در او قوم اعلان دعوت میکند او را تایید کردند. در رشتان صدیق اکبر قرار دارد. بعد میفرماید و شهدا، در ردیف سوم شهدا قرار دارد، آنانی که سر به کف سربازی کردند به خاطر حفظ دین، به خاطر حفظ ناموس، به خاطر حفظ مال، به خاطر حفظ و حراست از مردم کشور اسلامی سر به کف دفاع کردند و مبارزه کردند و شهید شدند. آنانی که در راه خدا شهید شدند، در راه خدا جهاد و مبارزه کردند، هر جا واژه جهاد است در قرآن مقارن با فی سبیل الله است. یجاهدون فی سبیل الله، یقاتلون فی سبیل الله، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. در ردیف سوم پس شهدا قرار دارد. در ردیف چهارم من ام علیهم و الصالحین، صالحین عبارت از نیکوکاران است. همین که وقت نماز اعلان محمدی شروع می شود آماده اقامه نماز می شود، آماده تجدید بیعت با معبود می شود. نیکوکاران نماز از جمله صالحات است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان از جمله ایمان که انسان را دستور به اعمال صالحه بدهد. ایمان واقعی همون است و هر عملی که ایمان دستور بدهد اعمال صالح گفته می شود، از قبل نماز، روزه، زکات، حج، عدالت،
ادای حقوق بندگان خدا، صداقت راستی در رفتار، در گفتار، در پندار، شهادت هم، ذکر خدا و یاد خدا در هنگام هر نوع کاری که داشته باشید. اینا اعمال صالح است و این کسان جزء صالحین هستند که منعم علیهم است. ببینیم خداوند جل جلاله به ما تعلیم میده که از شما از خداوند جل جلاله راه راست و با استقامت را بخواهید. خداوند جل جلاله در اول سوره مبارکه کهف که از جوانان اصحاب کهف از فتوت و جهانمدی اونها صحبت می شود، از متانت و تسلب اونها صحبت می شود، در اول سوره خداوند جل جلاله می فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له قیما عوجا قیما. ثنا بر ما خدای را کتاب را که قرآن محمدی باشد، آخرین پیام را برای آخرین پیامبر که بنده مشرف خداست که محمد رسول الله السلام باشد، به جهت ارشاد و سعادت مندی بشر نازل کرده است. ولم یجعل له عوجا قیما. در این قرآن کریم هیچ نوع اعوجاج و کجی نیست، دارای استقامت و آراستگی است. مسلمان همونطور که خداوند جل جلاله رو پیامبر دستور میداد واستقم کما امرت، استقامت و راستی داشته باش، راست قامت باش، همونطور که از جانب خداوند جل جلاله تو امر شده. همه ما مأمور هستیم که در روند کارها دارای استقامت باشیم و نشانه ایمان ما صدق و راستی است. زمان ایمان ما کامل می شود که ما خواسته ایمان را بر خواسته های کفر ترجیح بدهیم. این پیامبر بزرگ اسلام چی می فرماید؟ ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان درک، ان تؤثر الحق و ان درک. یقینا از جمله حقیقت ایمان این است که انسان رو حق را برگزیند. بین حق و باطل زمانی که انسان مختار می شود حق را برگزیند. پیامبر بزرگ اسلام میگه حقیقت ایمان تو این است که تو حق را برگزینی و این بر رکه اگرچه که حق به ضرر تو هم تمام شد. حق را برگزینی علی الباطل بر باطل و این نفعت اگرچه که باطل و نفعت هم باشه ولی از اون منفعت مخاطر خاص ایمان پیشی و نادیده ببینی. خداوند جل جلاله به ما توفیق بدهد، همون که ما توفیق ایمان داده است، ایمان ما ایمان کامل باشد، ایمان باشد که قلب ما منور و مزین به نور ایمان باشد، ایمان باشد که ما مطابق خواستهای ایمان عمل داشته باشیم. در اخیر چند تذکر، بعضی برادران همیشه برای بنده یادآوری میکنن، میگن اینا شما برای مختدیا و نمازگزاران بگویید. از جمله این از زمانی که خطیب محترم شروع به خطبه میکنه، بالای منبر بالا میره، شروع از آن شروع میشه، از این دم نماز خواندن قطع میشه. نه نماز جمعه، حتی دو رکعت تحیه مسجد هم در اون دم نیست. همه که شما میشینیم از آن و خطبه خطیب محترم رو استماع میکنیم، یک وجیبه ادا کرده. استماع خطبه واجب است، مخاطر ادای واجب نماید. ما بخاطر ادای یک مستحب یا سنت نماید ما واجب را ترک کنیم. اونم واجبی که از شعائر اسلام است، از نشانهای بزرگ اسلام است، خطابه است که مسائل عمده جهان اسلام و مسائل روز در ضمن خطبه خطیب محترم
برای شما ارائه میدن. در روز من دیگه نمازی نیست. سمام نمیتونم وارد مسجد میشیم. میبینیم که خطیب محترم شروع به خطبه کرده. اونجا نمازی نیست. و تذکر دیگون این است که هر جا فرجه و خالیگاه میبینیم بشینیم دیگه. اون که گام زدم و قدم زدم از صف اخیر تا به صف دوم، صف اول که معمولا جای نیست بره ما و شما، صف دوم از شما، صف اول پشت سر امام 100 درجه ثواب داره، طرف راست امام 75 درجه ثواب داره، طرف چپ امام صف اول 50 درجه ثواب داره، صف دوم و سوم و چهارم و پنجم تا به اخیر 25 درجه ثواب داره. خب زمان ندهیم که از صف اخیر بهیم به صف دوم و سوم جه، همون صف اخیر هم ثواب از اون همانند صف دوم است، منطقه مرتکب جرم جریمه میشیم. زمانی که به رقاب نمازگزارا به شانه از اینا قدم بزنیم، حیثیت و عبوحت یک مسلمان و کرامت یک انسان را زیر پا کنیم، مرتکب گناه کبیره شده. حتی در روایت میه زمانی که خطیب خطبه میخواند کسی پهلوی ما اشتباه کرده، اگر چون بزنیم جور به اشتباه رو تنبیه کنیم، ما مرتکب لغو شدیم، مرتکب لغو شدیم، ثواب جمعه را دست داده. سوایی که به مسجد آمدن به نماز جمعه را دست داده. تذکر دومی این است که درچه در روزا قبلا خدمت شما و عرض برساندم، بازم نزد برادران میگه کفایتگر نیست. در اون حدیث مبارک است، این نماز جمعه الامام لیعتم نبه، امام برای شما تعیین شده و قرار گرفته، وظیفه شما اینه که اقتدا به امام بکنید. ما در تکبیر افتتاح، در رفتن به رکوع، در قومه، در رفتن به سجده، بالا شدن از سجده، در تمام ارکان نماز، ارکان نماز ما باید تابع امام باشیم. اول نماز به رکوع میره پشت سر شما بود، اول نماز و سجده میرود پشت سر شما به سجده میرود. خب امام به خاطر رعایت فضیلت نماز شما مجبور است که ترتیب نماز، ترتیب فرو رفتن از قومه بر سجده را بر او رعایت کند. یعنی اول دو زانو را به زمین بگذارد مرتبا، بعد دو دست خود را به زمین بگذارد مرتب، بعد پیشانی را به زمین بگذارد، بینی را به زمین بگذارد، در مرحله چهارم پیشانی را به زمین بگذارد. رعایت این ترتیب معمولاً عجله ای که ما در کار داریم که حضرت قبه خز آخز خور به سجده مندازیم و خور به خواب مندازیم، او ترتیب رعایت نمیشه، ترک واجب میشه که مطابعت امام باشه. همچنان بلند شدن از سجده اول پیشانی امام برمیدارد، ما هم پشت سرش هم مد دینی رو امام برمیدارد از زمین، مد دو دست رو برمیدارد، مد دو زانو رو از زمین میکنه، ولی شستای پا قدم ما در حالت سجده و در حالت قیام انگشت ها به طرف قبله باشه. اینا باید مخاطر حفظ فضیلت و قبولی نماز باید روایت شود. خداوند جل جلاله به امور شما توفیق بدهد که کلمات حق ما به گوش و هوش به مدان جان و دل بپذیریم، اتباع سنت سنیه را داشته باشیم تا خداوند جل جلاله ما را مورد رحمت قرار دهد. در اخیر هم برادران مشکلات دارن، مریض دارن، از من و شما درخواست دعا نمودن، منم دعا میکنم، شما آمین بگیم، جناب خطیب صاحب هم دعا میکنند و آمین بگیم که خداوند جل جلاله مشکلات دینی و دنیای ما و شما برآورده سازد، مریضان ما و شما خداوند جل جلاله شفای عاجل بدهد، امنیت و آرامی و صلح با دوام و با فضیلت را خداوند جل جلاله نصیب من و شما بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و رحمتک. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
الله أكبر شمس المشارق والمغارب
مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين إمام الأشجعين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى الإمامين الهضامين سعيدين الشهيدين المسلمين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما البتول وعلى صائر بنات الرسول وعلى الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين أزواج الرسول رضي الله تعالى عنهن وعلى العمين الشريفين المحترمين المعظمين عند الله وعند الناس هما سيدنا حمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة والذين بايعوا تحت الشجرة وعلى بقية أصحاب بدر وتبوك وحنين وعلى فرق المهاجرين والمجاهدين والأنصار الطاهرين الأبرار الأخيار الواصلين إلى دار القرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة إني سمعت أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت بحديث تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض وان الملائكه لا تدع اجنحتها ردا لطالب العلم وإن فضل العالم على العابد كفضل قمر ليلة البدر على صاحب الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذوا بهز وافر رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة والدارمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز گزاران عزيز ومحترم ميمانان الله جل جلاله السلام ورحمة خداوند بر شما در جماعت گذشته خوانده بودیم که بندگان ممتاز خداوند
که به 13 صفت ممتازن، برای از اینا الله جل جلاله مقام بزرگ میدهد. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقونهم فیها تحیة و سلام. عجب مجدیست، عجب انعام و منصبیست که برای بندگان خاص خداوند داده بشه، که او عبارت است جنت الفردوس است. به چی؟ یک هیئت خاصی که ملائک به دست به سینه به سلام استادن، اونا میان میران به جنت. نصف قرآن است. رای همین جنت راهای بسیار دارد، هم اعمال صالحه راهای جنت است، هر عمل صالح راهای جنت است. در جنت 100 درجه دارد. هر کس از یک راه از این راه نماز خدا قبول کنه از طریق نماز میره، روزه خدا قبول کنه از طریق روزه میره، الله حاضر کنه. و رای نزدیکتر و شارای بی خاطر و بی تکلیفتر علم است. رای بی تکلیف و بی زحمت و کوتاه‌تر از همه باشد، او علم است. بیان بشنیم از فرمایشات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در برابر این راه چی میگوید. من در جماعت گذاشتم در بعض اجزای این حدیث بحث کردیم که مرابی علمی که مقام داره کدو علم است. شما خوب متوجه شید بفهمید. اول علم دین است. اول علم دین است و باز فروعات دین است، که مثلا علمهای فرمز در مقاطب میخونیم، در پانتون ها میخونیم، در اینها بعد از علوم دین. و چه کسی طالب علم است؟ این درجه های دارد که از این حدیث فهمیده میشه. همین شخصی که این حدیث که ما خواندیم، کسی که از مدینه رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلم پیاده برا با یک کلوار مشقتی به دمشق آمد پیش حضرت ابی دردا، که یکی از جمله اصحاب جسته جناب رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلم است، واسطه یک حدیث. این هم اطلاق از طالب علم رو می کنه، واسطه یک حدیث که ای از مدینه رسول به دمشق آمد، این طالب علم گفته میشه. و ایو مقام عزتی که خدا برای طالب علم داده به این داده شد. پس کسی که مثلا از بازار و کوچه و گوشه و کنار و قریه برخزد بیاد پیش یک عالمی، بیاد به یک مسجد به یک عالمی، پیش یک عالمی یک مسئله دین میپرسد که یاد بگیره، همه طالب علم، همه قدم هایی که برمیداره در راه علم. به او این فرمایش جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلم راست میگه که من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل الله حتی یرجع، رواه الدارمی او کما قال رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلم. چی میفرماید رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلم؟ کسی که به طلب علم برای یک مسئله به طلب علم بیرون میشه، او در راه خدا است، او در جهاد است، بزرگترین جهاد این است. تا که پاس پس برمید میه بخانه، تا که میراد پاها خود را بارهای ملائک میگذاره که باز میاره پاها خود را بارهای ملائک میگذاره تا پس بخانه کنه. اگر در اینجا بمیرد او شهید است. در همین راه من مات فی طلب العلم مات شهیده. کس که در طلب علم بمیرد او شهید میشود. حالا که ما و شما
در سال تعلیمی قرار داریم. سال تعلیمی شروع است. این هم بچه ها و اولادای ما شما که مکتب میرن و پانتون میرن اطلاق طالب علم اینا میشن. بیم که یادی سبب ترجمه کنیم. کسید ابن قیس یکی از صحابه هست میگمه در پیش ابی دردا که از اجل صحابه هست نشسته بودن که یک کسی آمد پیش ابی دردا گفت یا ابا دردا من از مدینه رسول الله پای پیاده چندین شبان روز برا کردم و زحمت ها و تکلیف ها کشیدم خواست باسته از یعنی که شنیدم که تو یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد داری من رست بشتم ما چه تو کلی حاج دارم باسته دیگه هیچ کاری من از شام نداشتم فقط به شام دمشق آمدم باسته همی که من یک حدیثی شنیدم که تو از رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را یاد داری. حضرت ابی دردا در جواب شنیده که من از رسول الله صلی الله علیه و صحیح سلم شنیدم مستقیم بی واسطه واسطه دکه در میان نبود و مستقیما از رسول الله صلی الله علیه و صحیح سلم شنیدم که من سلک طریقا یلتمس فی علما سلک الله بی طریقا الى الجنة. کسی که برمد راهی در او طلب علم باشد سلک الله بی طریقا الى جنتی خدا را برای از او مهیا می سازد و او را معنوان برای جنت می دهد. هر آن کسی که در طلب علم برد. حالا در اینجا مولا علی قاری حد در حدیث تفسیر کرد تفسیر داده من سلک طریقا یلتمس فی علم این طریق یعنی راه علم یعنی مطلق من سلک طریقا کس که برات رای چه رای کوتاه باشه که مثلا به درش از این شهر به قریه ها اونو برات درس بخونه یا رای طولانی باشه که از این برات به ملکت های دیگه مثل به هندوستان کجا و کجا الازهر شریف و اینجا ها یا به دیوبند شریف یا به اطراف از این اولیسوالی به اولیسوالی اینا همه شما بشه من سلک طریقا را مطلق است رای دور یا نزدیک طولانی یا کوتاه که اگر را برم یعنی مثل فی علم نگفته که دوی ای آم است علم و دین اصول دین هم شامل میشه و فروعات دین علم فروع را هم شامل میشه. پس جوانان ما که امروز به مکاتب میروند به پانتون ها میروند زحمت میکشند کوشش میکنند که علم بیاموزن همی درجه و همی مقامت دارد. الحمدلله که امروز جوانان ما هم متوجه شدن که دست بخوانند اولیا هم متوجه که دست بخوانند. چه خوب است که در قدم اول به دروس دینی متوجه شدید در سای دینی را بیاموزید در پهلوی از اینکه ما میخواهیم که یک سند اسنادی هم داشته باشیم که یک وظیفه دولتی و امثال به دست بیاریم میشه که از این طریق علوم دینی هم میشه که به دست بیاریم. خب هر ما خوشحالیم که در این شرایط که جهل و نادانی بی علمی سخت جامعه ما تهدید میکنن مردم ما متوجه هستن به طلب علم. اما با تأسف که زمینه تأثیر علم نی در گذشته ها و نی حالی دولت مدار ما مهیا کرده نداشت. امروز مکاتب ما بی کیفیت است. کیفیت در اونیست، زحمت در اونیست، اداره در اونیست. اطفال ما آنچنانی که ما آرزو داریم و میل داریم آنچنان تحصیل کرده نمیدوند. درست بزرگمردان ما، دولت مردان ما شعار میدن که سال معارف است، سال زم سال ترقی معارف است و هم سال این چیزا میدن
اما در عمل چیزی نیست. پس کنید ولایت هرات که به فضل خداوند و توجه بزرگان دین و اولیاء الله که در هرات است از امنیت نسبی برخوردار بیش از 1,000,000 شاگرد ذکور و ناس دارد، اما کیفیت درس نیست، بسیار متاثر. در معارف، در رهبری معارف کسانی دلسوزی نمیه، کسازی فهمنده و دانشمند و قدردان علم نمیه، هر کس بیو یک وسیله یا تنظیمی کار میکنن. معارف اسلامی باید معارف ملی باشد، خالی از هر گونه پارتی‌بازی، حزب‌بازی و امثال اینها باشد، فقط ملی باشد و در اونها اولادهای مسلمانها درست تعلیم و تربیه بشه. از هر گوشه و کنار میبینی حالا شکایت میشنه که معارف ما کیفیت ندارد، واقعا ندارد. ما میگیم که کیفیت نیستی، جای تعصب است. مشکلات هایی که ما داشتیم از طرف برادران طالب و نام اعلان کردن که ما مکاتب کار نداریم. حالا مرد میخواه یک اداره چی بکار داره، یک شخص هنخار بکار داره، یک عالمی بکار داره، یک فهمیدهی بکار داره، یک مستعدی بکار داره که حالا برای اولادای مسلمان ها در هر گوشه و کنار زحمت بکشه. تنها در این شهر چند مکتب بیکیفیت کنیست، بله بشوری کسی کانه سکنیم، بله در فرسی سکنیم، در مربوطات اولاد ایران، بله در اولیسوالی شندن سکنیم، مصد دیگه در دیگه جهاز سکنیم، مصد که نام معارف وجود دار. نه در اینجا درس هست، نه کتاب هست، نه تعلیم هست، نه تربیه هست، هیچ وجود دار. اینا واقعیت ها ایست جاد تلق باشد. ما عرضمندیم که دولت مردان ما به این مسئله بسیار مهم و سطور بگی نفس موقعت جامعه ما با آن تعلق دارد در این را متوجه شد. شراب و روشنایی جامعه اسلامی معارف اسلامی است که معارف اسلامی ما ترقی کنند، پیش برند. همه ما متوجه باشیم، خصوص مسئولین، آنانی که مسئولیت دارند تعهد می‌سپارند، از خون ملت معاش می‌گیرند با کمال تأسف که فقط همون مرام و هدفی که یا تنظیم بازی باشد، حزب بازی باشد یا امثال اغراضی که دارن همونا رو پیش کرد، یا استعداد همون مقام و چوکی و موقف رو ندارن و معارف نمی فهم. یک کسی که معلمی نکرده باشد او رو برای معلم استاده کنی، از او چی خیلی شما نمی که این گفا صد در صد وجود دارد. باز میگم که الله جل جلاله دولت مردان ما هدایت کنن، اونا رو متوجه سازه که در غم اولاد این وطن که یک سرمایه بزرگ جامعه اسلامی است، غیر ما جامعه با علم داشته باشیم، با دانش داشته باشیم، فهمیده داشته باشیم، باز این مصیبت هایی که امروز بر سر ماست اینا نمی باشیم. اینا همه آثار جهل و نادانش است. من سلک طریقا یلتمس فی علم، این دوتا علما می فهمن، هر دوتا نکره، هر دوتا مطلق که در این شامل می شن. این مجده است به شاگردان ما. چی مجده است؟ من سلک طریقا یلتمس فی علم سلک الله بی طریقا الی الجنه. خداوند برای شما جوانانی که امروز در مکاتب در پهلوی علوم اسلامی، علوم مروجه میخوانی، خدا این رای است که شما به جنت برسید. بر علاوه شرف انسان به علم است، عزت انسان به علم است،
فرق ما بین حیوان انسان علم است که یک انسان کامل از انسان جور می شود. آخرت ایش که اراه رسیدن به جنت است. و این الملائکه لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم. این چی مشته است؟ به تحقیق که ملائکه لتضع اجنحتها می گذارد بالای خود را زیر پای طالب العلم واسطه رضا و خوشنودی طالب العلم. طالب العلم برادر ما شاگرد عزیز، برادر عزیز، ارجمند عزیز، این فرمایش راست رسول الله صلی الله علیه و صحابه سلام است که وقتی که تو به مکتب میری، به پوهنتون میری، به مسجد میری، در قدم اول برات علم میری، ملائق بالا همی از سر در این ردن به طالب علمی تا تو راضی شدی، ملائق کاری نمید تا تو خوشنود بکنانه. خوشنودی واقعی که خوشنودی آخرت است. ان الملائكه لا تدع اجنحتها ردا لطالب العلم. حقيقه تفسير ترجمه است که حقيقه ملائكه بالا فرمیزن ولی ما نمیبینی. ملالی قاری در برابر تفسیرات زیاد و توجیهات زیاد که توجیه است یعنی است که حقیقه ملائكه بالا فرمیزن. چنانچه کبرانی یک از کتب حدیث می نویسه که ما یک وقتی پیش استادی درس می خواندیم، به همین حدیث رسیدیم که استاد همین حدیث خان یک کسی معتزله بود که عقیده به این چیزا نداشت. او گفت مفردانی که بالای ملائکه میده میکنن که دارد فردا کفشان رو پاخ کرد. خود همین نفر به طلب علم آن پس بیان پاخ محکم به زمین میزن، پاخ رو زد، هر دو پای فلج شد، هر دو پای خوش شک آورده دیگر. در این شک آوردن و این شک ابن جوزی هم در کتابی به همین رقم نقل میکنه که ما یک وقت پیش استاد درس میخوانیم همین حدیث که رسید و شخص برش که اعتیاد به نپسته با حالانا بزن که تمسخور که بالای من هایی نشد این ما حرکت بده این پاهای باش جا به جا پاهای باش به ایمان داشته باشیم که حقیقتا طالب علم کسی که در طلب علم این عزت این مقام این شرف دارد. انشاءالله ما در جمعه اخیر دیگری باز در حدیث عرایز خواهیم داشت. دوستان ما مریض دارن، مشکلات دارن، از ما و شما خواهش دعا کردن. ما دعا میکنیم که خداوند جل و علا شانه تمام مریضای اهل اسلام را شفای عاجل بده. خداوند همه مشکلات عالم اسلام را حل بسازه، خصوصا مشکلات این جماعه حاضر را و مریضان این جماعه حاضر را. دوستان عزیز، امروز بستر اسلام سخت مشکلات میگذارد. شما از طریق رسانه ها شنیده باشید که در یک ولایت چین که اکثر اینا مسلمان هست، در چین ما بیش از 70 میلیون مسلمان داریم، اونا هم زجر میکنن میزنن که شما از دین رو بز کردید. اونا در داخل خیمه ها میبرن، از اونا سند میگیرن، خط میگه که همین خطر امضا کن که تو از دین بیزاری. کجا این حقوق بشر که در منشور خود نوشته میکنه که دین آزاده؟ هر دین با ما با این هست اینجا این سویت و فلان و فلان آزاده که بزو هیچی نگه، ولی مسلمان ها این شکنجه میشه باسته دین، اینقدر توهین میشن باسته دین، ولی ملل متحد و منشور ملل متحد چپ. این سخت روزیست بسر مسلمان ها. یا زمین های جولان میشنوی که از فلسطین است او رو بخشش میکنن قدرتمندا و زورگویا به اسرائیل بخشش میکنن که این حق از نگاه منشور ملل نداره. اینا ظلم است که ظالمین وقت و زمان
قدرت من داینا قدرت داره، امریکا قدرت داره، چین قدرت داره. ملل متحدم از دنو ملل متحد کجاست؟ منشور ملل کجاست؟ چرا داره مسلمان های چین نمیرسن؟ چرا ملک مسلمان و کافر بخشش میکنن و داره از نام نمیرسن؟ ما چی توان داره؟ ما در این خانه خدا دعا بکنیم خدا مسلمان ها هم از مظلومیت رها، خدای دست ظالمین کوتاه، خدای ظالمین به ظلمشان گرفتار دعوه کرده که ظلم ظالم باقی نمیمونه. ما ایمان داریم، ما شمشیر ما و قوت ما و قدرت ما و پشتیبانی ما از مسلمان ها این است که ما دعا میکنیم که خداوند مسلمان ها از مظلومیت نجات بده و ظالمین را به کیفر اعمالشان برساند. خداوند افغانستان ما صلح و امنیت را نصیب بگرداند. اختلافات و نفاق و شعار و حزب‌بازی و گروه‌گرایی و اجتماع جور کردن و شورا جور کردن از افغانستان گم کند، دور کند. همه ما متحد زیر پرچم لا اله الا محمد رسول الله بگردانیم. ان الله والذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله، الحمد لله، نحن نستعين ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعدك، اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك ونبي أمي، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ولا كل ملائكتك والمقربين وعلى طاعتك اجمعين من اهل السماوات وسلم على الارضين رضي الله عن اصحاب رسول الله تعالى اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الايمان والمؤمنين، اللهم الف بين قلوب المؤمنين، اللهم اصلح ذات بينهم واعد كلمتهم، اللهم اهد الاسلام والمسلمين بتعيين شريعه سيد الانبياء والمرسلين، اللهم اهد ولاة امورنا ووفقهم لخدمة الدين والوطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. يا حقصى مقول الفجر، الله أكبر. الصلاة
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
نمازگزار و محترم بعد از دعا نماز جنازه خوانده می شود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأنصار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإيمان والمؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اصلح ذات بينهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الدارين والحقنا بالصالحين وارزقنا جنات النعيم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر هذه الأمة المتوسطة الحاضرة بحرمة النبي الرحمة عليه أفضل الصلاة أفضل التحية. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة ورحمة طامة بحرمة نبيك الكريم وكلامك القديم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله. 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 لا Thank you.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا